تا این قسمت برای تغییر مشخصات فونت سلول ها تونستیم از سربرگ هوم گروه فونت استفاده کنیم. به سه روش دیگه میتونیم این کار رو انجام بدیم: استفاده از کادر محاوره فرمت سلز سربرگ فونت. روش اول اینی که با قرار دادن مکان نما روی این فلش مورب در گروه فونت میتونیم به فونت سیتینگ دسترسی پیدا کنیم. من روی این فلش مورب کلیک چپ میکنم. ملاحظه کنین برای ما کادر فرمت سلز ظاهر میشه که اگر در حالت نامبر یا الائمنت باشه میتونیم گروه فونت رو با کلیک چپ کردن انتخاب کنیم. من اینجا روی کنسل کلیک چپ میکنم. روش دوم برای اینکه این کادر رو ظاهر کنیم اینی که روی سلول های انتخاب شده کلیک کنیم. من اینجا میام این سلول ها رو انتخاب میکنم، کلیک راست میکنم و روی فرمت سلز کلیک چپ میکنم. کادر فرمت سلز ظاهر میشه و با کلیک چپ کردن میتونیم سربرگ فونت رو ظاهر کنیم. و روش سوم اینه که از کلید ترکیبی کنترل شیفت و اف استفاده کنیم. یعنی ابتدا کلید کنترل عصب کلید رو پایین نگه میداریم. اینجا رو ملاحظه کنید، اگر من مکان نما روی فلش مورب قرار بدم میگه کنترل شیفت و اف. پس با استفاده از کلیدهای ترکیبی کنترل شیفت و اف هم میتونم من به این تنظیمات برسم. میام روی سلول های انتخاب شده کلیک راست میکنم، روی فرمت سلز کلیک چپ، کادر رو در این قسمت قرار میدم که من توضیحات رو خدمتتون خیلی سریع عرض کنم. سربرگ فونت رو با کلیک چپ انتخاب میکنیم. اینجا در قسمت فونت میتونیم بیایم فونت مورد نظرمون رو انتخاب کنیم. من اینجا میام به تمام اینها فونت بی‌نازنین رو میدم. اینجا اگه ملاحظه کنی من دارم کلیک چپ میکنم و فونت بی‌نازنین رو انتخاب میکنم. فونت سایز که در فونت استایل سبک فونت، تمام اینها رو در حالت بولد قرار میدم و سایز اینها رو در حالت اندازه سایز رو 12 قرار میدم. ببین تغییر کرد اینجا برای من. آندرلاین میگه باشه، میگم نه آندرلاین وجود نداشته باشه و کالر اون رو میام عرضم به حضورتون که همچین حالت بلو میدم و عرضم به حضورتون که نرمال فونت هم که در حالت نرمال میتونه باشه. اینجا هم نمونه فونت انتخاب شده رو داریم میبینین. در قسمت افکت جلوه های ویژه رو داره که میتونیم جلوه مورد نظرمون رو انتخاب کنیم. روی اوکی کلیک چپ میکنم. حالا قبل از اینکه بخوام روی اوکی کلیک چپ کنم، اینجا ما سربرگ بوردر رو داریم که با استفاده از این بوردر ما میتونیم سبک خطوط رو، این بوردر ما چه حالت داشته باشه، آوتلاین باشه، اینساید باشه، در این قسمت پریست ها رو داریم ملاحظه میکنیم، میتونیم انتخاب کنیم. کالر رو میتونیم رنگ اون رو انتخاب کنیم و در قسمت فیل هم که میتونیم در واقع بک‌گراند ها رو براش انتخاب کنیم. من اینجا میام روی اوکی کلیک چپ میکنم. ببینید من تونستم با تنظیمات فونتم این مجموعه سلول ها رو تغییر بدم. حالا با توجه به اینکه کالمن ای یا کالمن اف من اینهای خورده داخل هم قرار گرفتم، میتونم رو مرز E و F دوبار کلیک چپ کنم، رو مرز F و G هم دوبار کلیک چپ میکنم و میتونم اینها رو اینجا ببینم و این مجموعه سلول ها رو اینجا انتخاب میکنم و میام در حالت علاقه. در ادامه میگم خدمتتون اگر وسط چین کنم اینها رو ببینید به این حالت تبدیل میشه. حالا من یه آندو میزنم که در این قسمت در این حالت قرار بگیره. در ادامه در مورد گروه الائنمنت توضیحات لازم رو خدمتتون عرض می‌کنم.